بهترین درودها بر شما همیهنان میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز و خوب در مام میهن در دومین شامگاه بهمن ایرانی پس از مشروع اخبار ایران و جهان همینک تا 15 دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی بررسی مطبوعات ایران خواهید بود که کاوشیست بر اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا تا بازخانی سرفصل اهم موضوعات و تیترها همچون همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه خواهیم گشت تازه ترین واکنش ها به یک پیاده روی قدیمی ظریف و جانکری در هواشی مذاکرات ژنو محکومیت قطعی اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به پنج سال حبس و میلیاردها تومان رد مال به خاطر فسادها و های میلیاردی عهد احمدی نژاد تازه ترین اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی زمزمه های جنگی شدن فضای ایران با اظهارات جنگ طلبانه برخی از نظامیان و بالاخره در آستانه تعطیلی قرار گرفتن بورس تهران در واقع اهم موضوعات و سرتیتر بیشتر روزنامه های امروز پنجشنبه دوم بهمن ماه ایرانی در قالب خبر گزارش و سرمقاله های اختصاصی بود همینک مروری میکنیم بر سرتیتر چند روزنامه اصلی و پرشمارگان کشور روزنامه اعتماد تمام نیم صفحه اصلی رو به واکنش برخی از نمایندگان مجلس به پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا اختصاص داد و خبر میداد که ظریف زیر تیغ شرق محکومیت قطعی معاون اول احمدی نژاد به پنج سال زندان را تیتر اصلی صفحه یک برگزید واکنش سخنگوی دولت به منتقدان ظریف تیتر برجسته این روزنامه میان رو بود مردم سالاری به نقل از هاشمی رفسنجانی هشدار میداد که هیچ نقطه ای برای اسرائیل امن نیست نطق پرکنایه اوباما در کنگره در جمع جمهوری خواهان تیتر اصلی روزنامه مردم سالاری بود قانون اما علی خامنه ای را بر صدر صفحه نشان و به نقل از رهبری ایران از برخورد قاطع با متخلفان اعم از مسئولان و غیر مسئولان خبر داد که همزمانی آن با صدور و حکم برای معاون احمدی نژاد معنای خاص رسانه ای برمی نفس بورس گرفت تیتر دوی روزنامه قانون بود که به نخستین واکنش بازار پولی به کاهش نفت در ایران می پرداخت روزنامه ابتکار نیز از 1916 روز حبس معاون احمدی نژاد پرده برداشت هاشیه های دو قدم راه تیتر تن آمیز ابتکار به رفتار غیر دیپلماتیک منتقدان ظریف در مجلس بود کیهان روزنامه اصولگرای وابسته به رهبری اما بی توجه به رویدادهای مهم محکومیت رحیمی صرفا با خونساترین بخش سخنان خامنه ای اشاره می کرد و همانگونه که می بینید تیت زده بود قهرمانان ورزشی نماد استادگی و معنویت باشند راه مردم نیز هشدار خامنه ای را بر صدر صفحه نشاند و از لزوم برخورد قاطع با متخلفین مینوشت اسرار به نقل از صالحی امیری این گونه تیت زد ادهی به دنبال انتقامجویی از دولت هستند. این روزنامه به نقل از نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به حمله بیوقفه تندروها علیه زریف تیت میزد انتقاد به پیاده روی زریف و جانکری خیلی سخیف است ایران ارگان دولت با حسن روحانی تیت خورد هشدار به دروغ پردازان و حاشیه سازان روزنامه جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران اما به ظریف هشدار میداد که ظریف تجدید نظر کند جالب که تیتر اصلی این روزنامه تندروی نزدیک به رهبری همچون کیهان از سخنان خامنه ای مبنی بر لزوم برخورد با متخلفان اقتصادی تنها ورزشی و کم اثر و استنباطی است تنظیم شده بود و بالاخره روزنامه شهروند که عمدتا به مسائل زیست محیطی می پردازد با صحنه از خشکسالی پیشرونده در ایران و عدم بارش برف تیت زده بود شد آزر و شد دی ای برف پس کی سرفصل اهم موضوعات و مطالب روزنامه های امروز رو دیدید و شنیدید با جهانی از جنجال و جدال میان نیروهای سیاسی دولتیان و مخالفان تون رو تا جایی که روزنامه دولتی ایران به نقل از روحانی رئیس جمهوری این کشور به آنان هشدار داده بود همینک مرور می کنیم سرمقاله های اختصاصی برخی از روزنامه ها و موضوعات مرتبط به مسائل امروز ایران روزنامه ای ایران ارگان دولت ستون اول دفتر رو به انتقاد از دروغگویان علیه دولت اختصاص داد و به قلم حمید قاسمی فیضآباد که در علظاهر روحانی جوانی است و در چندین نشریه به طور همزمان قلم میزند در یادداشتی با عنوان وقتی که بازار دروغ رونق نق... رو میگیرد معتقد بود که هیچ یک از اعضای کابینه اعتدال تصور نمیکردند که در دومین سال فعالیت آنها به جای منتقدان تندروهای مطلقاندیش میدان میداندار شوند و به جای انتشار خبر و اطلاع رسانی با پمپاژ شایعه و دروغ افکار عمومی را هدف قرار دهند به زعم ستون نویس روزنامه ایران در طوفان تبلیغات منفی که تنروها ظرف سه روز علیه دولت به پا کرده اند بیش از هر چیز چهره حقیقت و اخلاق در این کشور لکدار شده است محافل تنرو در متن گون خیش همه نقاط کاردامه دولت را سیاه و منفی جلوه داده و اقدامات روحانی در امور مختلف را به سخره گرفتند ادامه میدهیم و ورق میزنیم با روزنامه دیگر روزنامه ایران در یاد داشته یک نیز به نقد افراتیون داخلی اشاره می کرد که جلوی سفارت فرانسه تجمع کردند و تابلوی نوفل رو به جای نشریه شارلی هبدو به زیر کشیدند حسین واله سفیر سابق ایران در الجزایر در یادداشتی با عنوان قوت بندی در تقبیه خشونت آب به آسیاب توطعه گران رند میریزد نتیجه میگرفت که اظهار نظرهای رسانه و موازه رسمی در این باب باید دست کم دو اصل را مراعات کند یکم قباحت تروریسم و خشونت و حتاکی را کمرنگ نکند و بوی توجیه جنایت از آن استشمام نشود و دوم پیشا پیش و بدون شواهد کافی کس یا گروه یا دولتی رو متهم نسازد لازم نیست طوری رفتار کنیم که به روند دیپلماتیک منافع ملی کشور و به فرایند کشف حقیقت آسیب بزنیم که در واقع انتقادی علنی روزنامه دولت بود که برخی از تندراهای افراطی که در چندین روز اخیر رسما و علنا به دفاع از تروریست هایی می که دوازده شهروند بیگناه فرانسوی رو کشته بودند به نقد آنان می پرداخت. کماکان بیننده برنامه شامگاهی بررسی مطبوعات ایران در ایران فردا هستید با روزنامه های امروز پنجشنبه دوم بهمن ما شرق یادداشت اصلی شماره امروز رو به صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران اختصاص داد و در نوشتاری با عنوان سنگندازی به هر بحانه ای به ماجرای کندن تابلوی خیابان نوفل و همینطور آتش زدن پرچم فرانسه با مشکوک کندن این حرکت جمعی از اوباشان جلوی سفارت فرانسه با تردید و شک می پرسید که اینان علیه چه کسی و چه چیزی تظاهرات می کنند. این استاد دانشگاه با زیر سوال بردن نیت تظاهر کنندگان مینوشت خوب است این افراد یک بار هم شده در این حوزه صداقت به خرج دهند. اگر قرار است که به هر عنوانی بر سر راه مذاکرات هستهای اندازی کرده و علاقه ندارند کلاف پیچیده که یک دهه است بخشی از توان کشور را مصروف خود ساخته باز شود امریز جدا. که نویسنده میان رو عملا حرکت این گروه شورشی تون را با هدف تحت شعا قرار دادن مذاکرات ای مرتبط میدانست. ادامه می دهیم برنامه امشب رو با عنوان و یادداشتی دیگر تیزی بر صورت ظریف دیپلماسی عنوان سرمقاله اصلی روزنامه ابتکار بود که با بکارگیری واژگان مشخصی همچون ظریف و دیپلماسی حکایت از انتقاد این روزنامه این روزنامه نزدیک به طیف تحولخواهان نسبت به حجمه مخالفین مذاکرات و ظریف داشته است جواد حیدریان نویسنده ی ابتکار در این نوشتار با اشاره به اظهارات برخی از نظامیان از جمله حمله شخص فرمانده بسیج و همینطور گویا توصیه های رئیس قوه قضایی به محمد جواد ظریف رو به عنوان مصادیق این حملات نابرابر و غیرمنطقی منطقی نام میبرد و اشاره می کرد که فرمانده بسیج مستعزفین نه تنها قدم زدن ظریف با جان یا احتمال سفرش به فرانسه رو اشتباه و غیر قابل تحمل خوانده بود که تأکید می کرد ایشان متاسفانه الفبای دیپلماسی را هم رعایت نمی کند به زم ستون نویس ابتکار شاید به سراحت نتوان سخنان فرمانده بسیج کشور در مورد مذاکرات و نحوه مذاکره تیم ایرانی با نوعی تغییر موزه حاکمیتی در این باره تلقی کرد اما می توان این پرسش را مطرح کرد که مسئولیت حقوقی افراد در مناسب بالای حکومتی در قبال مذاکرات ایران و غرب بر سر پرونده هسته ای تا کجاست و مقامات نظامی و امنیتی کشور تا کجا و تا چه میزان می توانند مذاکره کنندگان را به چالش بکشند و برایشان تعیین تکلیف کنند آیا طبق قانون اساسی جز رهبر و مجلس کسی می تواند خط و مشی و انتقادی تا این سطح را بر سر پرونده حساس هستی مطرح کند و اگر اینطور نیست چرا مسئولیت و استقلال وزیر از سوی مخالفان به رسمیت شناخته نمی شود و در ادبیاتی نازل دولت را به چالش می کشند و تیزی اخم بر لبخند دیپلماسی می کشند. ورق میزنیم و ادامه میدهیم با روزنامه های دیگر و موضوعاتی متفاوت روزنامه شهروند با بحران زیست محیطی تا حدودی کمی تلخ و تراژیک و نوستالژیک آراسته شده بود همان گونه که میبینید شهروند با شعری با این مضمون که در تیتر نیز بازخوانی شده بود که شد آزر و شد دی ای برف پسکی که به طبعات اجتماعی بحران خشکسالی در ایران اشاره داشت و در واقع با انتشار دیدگاه های شهروندان موضوع جیربندی و مسائب و مسائل در راه آنها را نیز بررسی می کرد شهروند با اشاره به فراگیر شدن خشکسالی در تمام ایران و تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی ایرانیان نتیجه می گرفت که اگر در سالهای گذشته فقط مردم مناطق گرمسیر کشور با پدیده خشکسالی روبرو بوده و دیگران حرف مردم ارومیه را متوجه شدند امروز تمام مردم ایران و حتی بسیاری از کشورهای جهان نیز با این پدیده منفی آشنا شده و زنگ خطر را شنیده‌اند بنابر گزارش روزنامه شهروند در حوزه اقتصادی با توجه به اینکه حدود سی درصد مردم ایران و بخش مهمی از مردم استانهای آذربایجان غربی و شرقی به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند نخستین آسیب این پدیده از بین رفتن مزاره باغها و دامهای مردم همینطور کسادی در فعالیتهای کشاورزی دامداری و بالاخره افزایش معضلات و مشکل... مشکلات معیشتی مردم است و در وقت باقی مانده مروری کوتاه خواهیم داشت بر یکی دو خبر از ستونهای روزنامه های خبری انتقاد دهنمکی از حمله به تابلوی نوفلوشاتو از جمله رویدادهایی بود که برخی از روزنامه ها منتشر کرده بودند مسعود دهنمکی با انتشار عکسی در صفحه شخصیش در اینستاگرام با انتقاد از هاشیه های تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در تهران مینوشت نوشت شرف المکان بالمکین شرافت مکان ها به انسان است که به زم این هنرمند کنونی در آنجا زیستند شرافت نوفل به خاطر آیت الله خمینی و تاریخ انقلاب بود نه فرانسه بودند عکس یاد،, شده یکی از معترضان را نشان می دهد که می خواهد تابلوی نوفلو شاتو رو از خیابانی به همین نام در تهران بکند و از جای بردارد و با این رویداد کوتاه وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال پایان می رسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و ورق تازه از برنامه بررسی مطبوعات ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود